از هر گوشه ای از جهان می توان صدای ستایش خدا را شنید. به زبانهای مختلف، آهنگهای گوناگون و سبکهای متفاوت. از ابتدای قرن بیستم، گروه‌های مذهبی در سراسر جهان پیروان ادیان مختلف را گرد هم آورده اند تا عقاید خود را با آنان در میان گذارند و نقش مذهب را در جامعه مشخص کنند. As human beings, it's too easy to become fearful. ما انسان‌ها همیشه از اون چه نمی‌شناسیم می‌ترسیم. تعامل بین ادیان این فرصت را به ما میده تا افرادی از سایر ادیان ملاقات کنیم و متوجه بشیم که اونها هم مثل ما هستند. فقط راهشون به سوی خدا با ما فرق میکنه. هدف تعامل بین ادیان ساختن جامعه متشکل از جوامع مختلفه که در اون مردم تفاوت‌ها رو درک میکنند و سعی در پل زدن بر روی اون تفاوت‌ها دارند. تعامل بین ادیان موقعیتی برای شناختن وحدت در کثرتمون و کثرت در وحدتمون. تعاملات بین ادیان بسیار مهمند، چه که فرصتی رو فراهم میکنن که افراد دور هم جمع شن و یاد بگیرن که چطور بر کلیشه ها فائق بیان، همدیگر رو ملاقات کنند و با هم آشنا بشن. این تعاملات که فرصت‌هایی برای همکاری و پیشبرد عدالت ایجاد می‌کنه، از طریق فعالیت در سیستم‌های مدارس جهت آموزش مذهب و تقویت آموزش‌های مذهبی تعدید میشه. تعامل بین ادیان برای من شخصاً مصداق این آیه در قرآن کریمه که می‌فرماید خداوند ما را به صورت ملیت‌ها و قومیت‌های مختلف خلق کرده است تا بتوانیم یکدیگر را شناسیم. و این آیه راهنمایی برای من، خانواده‌ام، مسجد و جامعه‌مون که همه به پیروان سایر ادیان عشق بورزیم، احترام بگذاریم و درک متقابل داشته باشیم. گروه‌های تعامل بین ادیان به دنبال ایجاد یک حس وحدت و تقویت ارتباط بین افرادی است که تاکنون فرصت چنین تعاملاتی را نداشتند. ایده اصلی این است که وقتی که پیروان ادیان مختلف سعی در درک یکدیگر، پیشینه‌ها، سنت‌ها و باورهای یکدیگر می‌نمایند، یک جامعه راحت‌تر می‌تواند با هماهنگی پیش رود. اگه پیروان ادیان ورای مرزهای مذهبی و خطوط دینی با هم همکاری کنن، ما میتونیم کارهای بسیار خوبی در این جهان انجام بدیم. تمام این ادیان مختلف امر شدن که به مرد و زن و اونهایی که کمتر خوشبختن کمک کنن و تلاش کنن که انسانهای بهتری باشن. همکاری با هم و بیشتر مطلع شدن در مورد سایر ادیان و پی بردن به اینکه ما بیش از اینکه متفاوت باشیم به هم شبیهیم، به ما کمک میکنه که به طور کامل به اهدافمون دست پیدا کنیم، چه که همه در حال تلاش برای اون اهداف هستیم. کثرت و تنوع موهبتیه برای ما، موهبتی که اون رو ارج میذاریم و از اون میاموزیم که به تفاوتهامون ناظر نباشیم. ما به عنوان نژاد بشر به پیشرفت‌های عظیمی در قرن بیستم نایل شده ایم. تساوی حقوق زنان و مردان اکنون توسط اکثر مردم دنیا پذیرفته شده است. تعصب نژادی به صورت جهانی محکوم شده است و تأثیرات بد ناسیونالیسم لجام گسیخته برای همگان عیان شده است. هرچند که ما هنوز هم با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنیم، ولی در حال غلبه بر این چالش‌ها هستیم. چالش‌هایی که زمانی امکان عبور از آنها وجود نداشت. به تدریج پی می‌بریم که همه اعضای یک نژاد واحد بشری هستیم و کره زمین تنها وطن ماست. مذهب نیروی متحد کننده است که
که به ما در درک طبیعت واقعی من و ایجاد برادری و صلح جهانی کمک می‌کند. رهبران مذهبی نقش کلیدی ایفا می‌کنند. امام‌ها، خاخام‌ها، کشیشان، آخوندها و گروه‌ها همه در این راه بسیار مهمند و جوامع و اجتماعات را هدایت می‌کنند و باید ناظر به تعالیم دیانت خودشون باشند. در قرآن کریم اینطور اومده که اگه شما یک زندگی رو نجات بدید، مانند این است که کل بشریت رو نجات دادید. و اگه زندگی کسی رو بگیرید، مانند اینه که زندگی کل بشریت رو گرفتید. ما باید از این اصول دینمون حمایت کنیم. آیا امکان این مسئله وجود ندارد که تمام ادیان بزرگ جهان از ارزشی یکسان در طبیعت و اصل خود برخوردار باشند؟ گروه های تعامل بین ادیان می توانند باعث پیشرفت بزرگی در زمینه درک دین و کشف حقیقت به دور از هر گونه تعصب باشند. هرچه بیشتر سعی کنیم تا کاری را برای یکدیگر انجام دهیم و از یکدیگر بیاموزیم، جامعه بهتری را خواهیم داشت که منسجم‌تر و قدرتمندتر است. این به نفع همه است. من همیشه احساس کردم که تعامل بین ادیان واقعا مهمه، چه که در گذشته ادیان همیشه در تضاد با هم بودن و من احساس میکنم که در این مسیر رو به آینده ما باید نسبت به همدیگه بیش از پیش متحد و صلح‌جو باشیم. در نتیجه من خیلی علاقه‌مندم که به جلسات و کنسرت‌های این گروه‌ها برم، چون من به عنوان یک فرد جوان فکر می‌کنم که این همون چیزیه که نسل من باید برای آینده روی اون تأکید کنه.